صحبتی داریم با مهمان برنامه ما آقای جواد منصور پوپل، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از استدیوی کابل با ما در برنامه اند. آقای پوپل سلام بر شما و خوش آمدین. اول از ارزش فیلم های تاریخی که در این جشنواره به نمایش گذاشته شده بود زنده باشین. خب اول از ارزش تاریخی و مهمی که از لحاظ سیاسی و فرهنگی اهمیت داره در این جشنواره به نمایش گذاشته شده، از این آغاز بکنیم. آیا فیلم هایی هم در این جشنواره است که برای مردم کاملا تازگی داشته باشه و تا حال ندیده باشن؟ ولی اگر حقیقتا بگویم تقریبا 95% فیلم ها را مردم ندیدن. 1% از این گنجینه تاریخی را که دیده شده و فقط فیلم های داستانی است که در طول همین 10 سال یکی دوبار از طریق تلویزیونی ملی به نشر رسیده، ولی میایم سر فیلم های مستند و فیلم های اخباری که قسمت بیشتر از این آرشیف تشکیل میده، تقریبا 90% گفتم میتونم، چرا که اکثرا از روز اولی که افغان فیلم ایجاد شده یک استدیوی خبری بود که در سال 1967 ایجاد شد و با کمک ایالات متحده امریکا، و فقط یک استدیوی خبری بود که اخبار تهیه میکرد و به سینماهای مختلف قبل از فیلم ها یا در وقت تفریح به نشر میسپرد، و از او خاطر مواد زیادی بود که مردم ندیده، حتی خود کارمندای افغان فیلم ندیده بودن. بله. خب یک سوال بمیان آقای منصور، این فیلم ها که یک سرمایه ارزشمند فرهنگی می باشد همان گونه که شما خودتان هم فرمودین، تا حال در طول این همه سالهای جنگ و نابسامانی خصوصا در دوره طالبان چگونه و در کجا نگهداری شده بود؟ در سال جنگ، در سالهای جنگ هم دمی خود داخل تعمیر بود، خب مشکلش مقدار زیادش در انبار بود، در یک انبار بسیار که دالت بد و فلاکت بار قرار داشت در طول همین 10 سال که با کمک کارمندای افغان فیلم و با کمک رئیس افغان فیلم از این بار بیرون شد در طول 1 سال و پاکاری شدن و دوباره به یک جای ثابت و به یک جای منظم که از لحاظ استاندارد بین‌المللی تقریبا خوب است برای آرشیف، حالا اونجا به نگهداری میشه. خب میایم بر سر از اینکه در طول جنگ ها، در طول جنگ ها هم در داخل انبارهای مختلف و داخل کانتینرها بود، مثلا با حالت فلکات بار قرار داشت، و در وقت زمان طالبا برازی اتر صدمه نرسید، او قسمی که با مزرعه تبلیغ شده بود او رقم صدمه برازی نرسیده بود، درست حفظ و نگهداری شده بود، و فعلا در طول 1 سال بعد از یک از انبارها و از بین خاکهای همه فیلم ها را بیرون کردیم که تقریبا 6000 سات فیلم است که بدبختانه که اکثر پوزیتیفاش از بین رفته در طول این قصالا. بله آقای پوپل، آیا بله ماستر نگاتیفش همش با عدالت بسا خوب، آیا تو یک پلانی در دست دارین که این فیلم ها را تکثیر و توزیع بکنین یا به اصطلاح دیجیتایز بکنین به شکل نو؟ بله، یک پلان دیجیتالایزیشن یا دیجیتال شدنش هست که با کمک کشور آلمان صورت خواهد گرفت انشاءالله به یکی دو ماه دیگه، که پلان این پروژه از تقریبا از 1.5 سال پیش میره که پروژه را 1.5 سال پیش آغاز کردیم، تقاضا کردیم از کشور آلمان که اونا پذیرفتن و تصمیم دارن که از تمام از این آرشیف که تقریبا 6000 سات است یک کپی دوپ نگاتیو یا دوپ پوزیتیو برای ما میتن که ما میتونیم یک آرشیف مکمل سینمایی داشته باشیم، و همچنان هم با تکنولوژی جدید با تلسینی های دیفینیشن تمامش دیجیتال میشه. بله. و این که چه قسم به معرض استفاده مردم قرار بگیره، راه های مختلف وجود داره، چی از طریق تلویزیون ها، چی از این که ما خود ما تصمیم داریم که با اونجا یک مرکز ریسرچ و تحقیق سینمایی ایجاد کنیم در افغان فیلم که تا بتونن محصلین و محققین بیان و از او مواد راحت استفاده کنن. موفق باشین. یک جهان تشکر از شما. جشنواره هایی که به می 3 روز نتیجه بسیار خوب داشت. بسیار خوب، موفق باشین، یک جهان سپاس.